کوستاکوف راست که در بین فارسی زبانان بیشتر با فیلم حکومت نظامی شناخته شده، برای معرفی آخرین فیلمش به نام سرمایه جشنواره فیلم تسالونیکی را برگزید. این کارگردان یونانی تبار فرانسوی در این فیلم ماجرای یک جوان بانکدار بلند پرواز را حکایت می‌کند که برای رسیدن به هدفش به هر کاری دست می‌زند. فیلم روایت یک جنگ خودخواسته میان سرمایه آمریکایی و یک بانک اروپایی خیالی با هدف پرده‌برداری از چهره واقعی نظام سرمایه‌داری است. اصل بر این است که وقتی یک فیلم می‌سازیم، در حقیقت داریم یک نمایش می‌سازیم. همیشه زبان و سبک فیلم با موضوع فیلم در ارتباطند. و این بار من موضوعی را انتخاب کردم که در دنیا رخ می‌دهد و خیلی خیلی سریع اتفاق می‌افتد و همه نسبت به این ریتم سریع زندگی یک نوع هیستری پیدا کردند. و من هم سعی کردم در این فیلم این ریتم را پیاده کنم و به نظرم این کار با شخصیت فیلم و همینطور واقعیت تاریخی جور در می آید. گاد الماله ستاره فرانسوی مراکشی سینمای کومیک و گابریل برن بازیگر ایرلندی نقش‌های اصلی این فیلم را بر عهده دارند. من از دوستم گابریل برن خواستم که سخت‌ترین نقش فیلم را بازی کند. او هم عالی از پس آن برآمد. از بازیگران دیگری هم دعوت کردم. گاد الماله که اصولاً بازیگر نقش‌های کمیک است و برعکس برای ایفای یک نقش جدی انتخابش کردم. او هم قبول کرد و به نظرم نتیجه عالی شد. برای اینکه او شخصیتی دور از انتظار را خلق کرد. و می‌دانید او هم خونگرم و صمیمیه و هم سرده. در ابتدا مهربانه و یک دفعه بدجنس میشه و انصافاً گاد عالی از پس این نقش برآمد. البته چالش‌های گاوراس برای ساخت این فیلم کم نبودند. قبلا چندین فیلم از پشت پرده سیستم‌های مالی دنیا ساخته شده بود، مانند فیلم وال استریت که سر و صدای زیادی به پا کرد. سعی کردم فیلمی بسازم که تا حد ممکن با دنیای واقعیت همخوانی داشته باشد. نمی‌خواستم همیشه آخر فیلم با خوبی و خوشی تمام بشود. اگر با فیلم وال استریت مقایسه کنید، در این فیلم شخصیت بدجنس به سزای اعمالش می‌رسد. ولی همونطور که می‌دانیم واقعیت چیز دیگری است. حتی اوباما هم یک بار به این مسئله اذعان کرده. بنابراین ترجیح دادم فیلمم را طوری تمام کنم که تماشاگران موقع خروج از سالن سینما با خودشون فکر کنن که آیا ادامه داره، تموم شد، حالا چی میشه و باید چی کار کرد. پس از حضور موفق در جشنواره‌های بین‌المللی از قبیل جشنواره تورنتو، این فیلم رفته رفته در سینماهای اکثر نقاط دنیا بر روی پرده خواهد رفت. Mes amis, je suis votre Robin des Bois moderne.